بیننده های عزیز تلویزیونی ملی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما را به ویژه برنامه رمضانی که از ولایت پروان پیرامون رسم و عنانات مردم در ماه مبارک رمضان، وضعیت امنیتی و همچنان بهای مواد اولیه خوراکی، من عبدالنواب میهنپور تهیه کردیم که در خدمتتان تقدیم میکنم. آرزو دارم که تا پای برنامه ما را همراهی کنید. ماه رمضان در افغانستان مانند سایر کشورهای اسلامی اهمیتی ویژه داشته و مردم این کشور در ولایات مختلف با آداب و رسوم خاص خود از این ماه استقبال میکنند و به روزداری و عبادت خالق یکتا میپردازند. مردم ولایت پروان این ماه را مظهر رحمت الهی دانسته و از آن به عنوان ماه مهمانی خدا یاد میکنند. رمضان همان گونه که ماه آرامش و تقویت روح در انسان است، امنیت نیست از ضروریاتی است که در سایه آن میتوان به ترقی و تعالی دست یافت و در ماه مبارک رمضان در زیر سایه آن به عبادت پروردگار یکتا پرداخت. وضعیت امنیتی فعلا فضل احسان خدا بسیار خوبش است، امنیت تامین است، هیچ کسی گپی نیست، غیر قیمتی دیگه هیچ گپی نیست. امنیت بیخی امنیت خاطر جمع خوب است. امنیت در زمان امارت اسلامی بهتر شده یا قبل از این در نظام های قبلی هم وجود داشتی امنیت؟ نه، در نظام های قبلی وجود نداشت، در امارت تضمین شد امنیت. توقع ما دینیم امنیت، ارزانی، فریمانی، امنیت مردم گرفتن، غریب بیچاره، اینمی توقع ماست. وضعیت امنیتی الحمدلله 100% تامین است، مردم انشاءالله مشکل ندارند، با کار و وظایفشان به خوبی میرن و از وقتی که فتح امارت اسلامی شده مردم به احساس امنیت و آرامش بهتر دارن. پیش از امارت اسلامی افغانستان وضعیت امنیتی خوب نبود، مردم نگرانی زیاد داشتن، ولی بعد از آمدن امارت اسلامی افغانستان وضعیت کاملا تغییر کرده، امنیت خوب است، مردم میتونن از مناطق مختلف و از جای مختلف دیدن بکنن و بازی داشته باشن و هیچ کدام مشکل امنیتی و مسائل دیگه انشاءالله وجود نداره. مردم میتونن به خاطر جمع از وضعیت موجود استفاده بکنن. اینجا مندوی شهر چاریکار ولایت پروان است. مردم به خاطر تهیه مواد و ضروریات روزمره زندگیشان به این مندهی سر میزنن و مواد مورد نیازشان بخصوص در ماه مبارک رمضان از این مندهی تهیه میکنن. میریم سر میزنیم به این مندهی، ببینیم که بهای مواد اولیه و خوراکی و غذایی در جریان ماه مبارک رمضان کاهش پیدا کرده است و یا افزایش یافته است. مرحبا بر مهمان الله شهر رمضان، خوش آمدی جانب الله بحر مسلمان، خوش آمدی جانب الله بحر مسلمان، ماه با برکت و ماه نزول قرآن. نرخا در نظام امارت اسلامی چگونه؟ آیا در نظام امارت اسلامی از وقتی که پیروز شد آمدن نرخا چیز کاهش پیدا کردن نسبت به نظام پیش یعنی؟ پیش خب بلند بود، حالا خیلی نرخ ها تخفیف شده. یک خلطار 2500 بود، حالا 18.5 رسیده. یک پیپ روغن 3000 بود، حالا 1750 روپی شده. ببینید باید تلویزیونی ملی معرفی کنید. خدا مامای خان حاجی خان لازمه که باشنده شهر چاریکار دکاندار خوراک فروشی. نرخ نوای مواد خوراکی نسبت به ماه پیش در این ماه چگونه بوده است؟ درست قیمت شده، داده ای بالا رفته، دیگه چیزا مناسب و خوبه. قیمت روغن و برنج جای خود باقی است یا بلند رفته؟ نه در جای خود هست، هیچ قیمت نشده. در ارزان هم شده هنوز. بیشتر مردم در اینجا در پروان یا شهر چاریکار بیشتر از چی نوع مواد خوراکی استفاده میکنند؟ روغن است، آرد است، برنج است، بوره است، چای است. نسبت به نظام جمهوری در نظام امارت اسلامی در قیمت از یا کدام تغییراتی آمده؟ بلند رفته یا پایین آمده؟ چگونه؟ همون سابقه وارسه، نه پایین نه بالا، بسیار مناسب و خوبه. همون نظام در این نظام خیلی در قیمت ها پایین آمد، بسیار بالا رفته، حالا پایین آمده. مساوی های روغن بوده که دلیتره 13 ساعت، حالا شده 1050 رفه. توقع بزرگان امارت اسلامی چی است؟ راضی سه محفیشان، خدا خیرشان بده، موفق بود. وضعیت امنیتی رو نسبت به نظام های پیش چگونه میبینی خودت؟ خیلی امنیت خوب است، راحت هستیم. چهار بسیار نماز صبح میخونیم، این دوکانداری تا شام بریم، هیچ کدام احساس خطر نداریم. سلامت و بخیر باش. تشکر، زنده باشیم.
اما شمار دیگری از باشندگان پروان از افزایش بهای مواد غذایی در جریان ماه مبارک رمضان نگرانند و از امارت اسلامی میخواهند تا بهای مواد اولیه را کنترل نمایند. ما چرا رومی را میخریدیم چه 50 را بالی میخریم 120 را با مثال یک روغن را میخریدیم 800 بالی میخریم 900 یک کیلو بوره را میخریدیم 50 را بالی میخریم 65 را با این ترکی نرخ بسیار بالا رفته تا که مبارک رمضان اومده نرخ دو چند بالا رفته. مثال ما یک پومرچ می خریدیم 10 روپا یا 20 روپا حالی شده 40 روپا 50 روپا. ما خودم بیکار هستم، گلکار هستم، 10 ریال هستم. مقصد در چیز جنس که می بخرم اینمی ما خریدن نمیتونم به خاطر چی که جنس بالا رفته. جنس اگر امارت اسلامی در خود همی دوکنه توجه بکنن هیچ گپ نیست. مقصد ما خیلی ضعیف هستیم، چیز خریدن نمیتونیم. اگر یک کس پولدار میموشه او را غذا را میخوره میره میخوره، ما که غریب هستیم شو با پاشه ما چیز نداریم که بخوریم. خود سر ما اینمی سر ملت افغانستان سر یک مچی سر ملت افغانستان هم تو. عالمان دینی میگویند بلند بردن بهای مواد غذایی اولیه در رمضان از سوی تاجران و احتکار در اسلام ممنوع بوده و حرام گردانیده شده است. احتکار بر همیش از دیدگاه اسلام حرام است و هیچ وقت جواز نداره، خصوصا در ماه مبارک رمضان. چرا؟ حضرت معمر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه حدیث مبارک نقل میکنه که رسول کریم صلی الله علیه و سلم میفرماید که هیچ وقت احتکار کردن جواز نداره. احتکار هیچ کس نمیکنه مگر خاطئین یا کسی که خاطئ است، کسی که خطاکار است. یا در شرح این حدیث امام نووی رحمه الله در شرح مسلم شریف زبان شناسان نقل میکنند که خاطی امو انسانی را گفته میشه که عاصی و گناهگار باشه و احتکار اونمی طبقه مردم میکنند. و احتکار خودش معنا احتکار چی معنا؟ یعنی احتکار اونمی را گفته میشه که یک تعداد مالی را مردم بخره و پنهان بکنه نظر مردم. وقتی که مال کمیاب شوه قیمت شوه بازرو بکشه به مردم گران بفروشه. ای هیچ وقت جواز نداره و ای نظر اسلام دین مبین اسلام ای حرام است. رسول کریم صلی الله علیه و سلم منع کرده و هیچ وقت جواز نداره، خصوصا در ماه مبارک رمضان. خداوند بر همه میگه توفیق نصیب بگردانه که این ماه جود و سخا است، ماه مردانگی است. ما به جای که احتکار کنیم باید ارزان بیاریم بفروشیم، از خود همت مردانگی نشان بدیم. مسئولان امارت اسلامی در پروان تحت ریاست اداره صنعت و تجارت ولایت پروان کمیسیونی را به خاطر جلوگیری از احتکار و گرانفروشی تشکیل دادند. میرویم با هم ببینیم که ریاست صنعت و تجارت ولایت پروان چه اقداماتی را به خاطر نظارت دوامدار از بهای مواد اولیه روی دست دارند و چه کارهایی را تا هنوز در این رابطه به خاطر کنترل نرخ ها انجام دادین. بینندگان عزیز تلویزیون ملی، همان قسمی که در انانس قبلی گفتیم، امروز در کنار ما رئیس کمیسیون منع احتکار و جلوگیری از افزایش بهای مواد خوراکی قرار دارند. ازشان میپرسیم که تا این حال کمیسیون موظف در رابطه با منع احتکار و جلوگیری از گرانفروشی از سوی دکاندارا و تجار چه اقداماتی را در سطح پروان انجام دادین؟ به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما و تمام بیننده های تلویزیون ملی پروان، کمیسیون متذکره که تازه ایجاد شده و در اوایل ماه مبارک رمضان به هدایت جناب والی ولایت پروان ایجاد شده، در ابتدا اینا از ادارات مختلف اعضای کمیسیون را تعیین کردین که از اداره محترم شاروالی، اداره صنعت و تجارت، ریاست محترم استخبارات و همچنین نماینده مقام ولایت و نماینده قماندانی امنی محترم ولایت پروان عضو هستند. این کمیسیون کارهای کمیسیون طوری است که ما همون نرخنامه یک از طرف اداره محترم شاروالی برای دکاندارا داده شده ما امور نظارت میکنیم و همچنان کارهای ما طوری است که در بازار میریم و دکاندارا را از نزدیک نظارت میکنیم، پیگیری میکنیم، از نرخا پرسان میکنیم و همچنان از هموطنان ما پرسان میکنیم که از برخورد دکاندار از قیمت ها راضی هستند یا نیستند. به این شکل کار کمیسیون انشالله که به پیش میره.
برای اوید از کسانی که تخلف بورزن از نخنامه‌ای را که مورد اسلامی تکثیر کرده و اختیارشان قرار داده از سوی اداره های شاروالی چی برخوردی در صورت تخلف از طرف کمیسیون صورت خواد گرفت؟ در قدم نخست خود برنامه ما شکل توصیه را برای خود داره که ما در ابتدا بر اینا توصیه میتیم، توصیه میکنیم بر بار دوم و سوم اگر به توصیه ما اعتنا و توجه نکردن امرا اینا بر خود قانونی صورت میگیره. برای کنترول مواد اولیه خوراکی در پروان کمیسیونی را که شما یاد کردین که ایجاد شده تا این حال کدام کار عملی را انجام داده است؟ بله، ما روز قبل تمام نماینده دکاندارا را، نماینده تمام اصناف شهر را و همچنان رئیس اتحادیه پیشوارا را دعوت کردیم، با اونا مجلس داشتیم. در مجلس نخستین ما توصیه هایی که بود به اونا کردیم و همچنان امو ضررهای احتکار را و همچنان عواقب بد احتکار از دید شریعت و از دید دین مبین اسلام بر اونا بیان کردیم، بود اخلاقیش بر اونا بیان کردیم و همچنان از تمام نماینده های اصناف شهر ما تعهد گرفتیم که اونا برای دکاندارای خود و برای موکلین خود توصیه ما را ابلاغ بکنن و خودشان پیش از اینکه ما وارد شهر شیم جلوگیری بکنیم خودشان اخلاقا از این مورد جلوگیری بکنن. باشندگان پروان میگویند در جریان ماه مبارک رمضان هنگام افطاری از غذاهای محلی پروان مانند سمبوسه و بولانی تند چاریکاری بیشتر استفاده می نمایند. در کنار این از برانی، خورما و غذاهای تهیه شده از سبزیجات مختلف نیز استفاده نسبی می کنند. بینندگان عزیز تلویزیون ملی در کنار یکی از بولانی پزان شهر چاریکار قرار داریم و ازشان پرسان میکنیم که وضعیت کاروبارشان در جریان ماه رمضان چگونه است و کاروبارشان چطور پیش میره، معلومات بتن برای ما در ایران. والا خوب است مدیر صاحب، دیگه خدا را شکر از دیگه رمضان است، بازار شل از دیگه اگه گزاره میکنیم. بولانی دیگه از طرف شام خوب میره از رمضان است، دیگه خدا مهربان است. مردم پروان در وقت افطاری بیشتر از کدام نوع غذا استفاده میکنن؟ در اینجا بیشتر بولانی استفاده میکنن یا دیگر غذا؟ بیشتر از بولانی استفاده میکنن که بسیار خوشمزه است، به افطاری بولانی خوب است. پس پیش میره. زندگی چطور پیش میره؟ ان شاء الله با این عیدی که از بولانی پزی شما میکنین مصارف خانواده را تامین میکنین ان شاء الله. والا میشه، خدا مهربان است، نه دیگر گزاره گزاره هستیم. سلامت و بخیر باشی. بخیر باشی. سلام علیکم لالای. و علیکم سلام، بیادر خوب هستی؟ چیال داری سر؟ جان جورا کلاریس. اما تو دیدیم جگرخون استاد هستی در اینجا، در این وقت در وقتی که افطاری هم نزدیک از نماز عصر و شام هم، چطور جگرخون هستی؟ روزه خود تاثیر کرده سر اینجا که؟ نه بیادر، جگرخون خود نیستم، شکر از کاروبارم خوب است، همیشه خدا مهربان است. چطور است در ماه رمضان خورما را زیاد سودا میکنی یا پیش از رمضان چی وقت بازار خودت خوب میبوده باشه؟ نه خوب این تو هست چه که قسمت باشه و به ما میرسه انشالله. 2000 3500 4000 یکان روز 5000 6000 نمت میشه. نام خدا ماشاءالله که کاروبارت خوب است. در جریان رمضان هم تو هست یا پیش از رمضان تغییر میکنه؟ باشه امسال که از ذره بی پیسگی است، مردم بی پیسه است، امسال مردم بسیار خراب است. صاحب خوبش بود، امسال خراب است. امسال بی رمضان خمه نمیشه، اکنی مزر 2000 میشه نمت. یعنی در جریان رمضان کاروبار خرما فروشی خوبتر است؟ آه خوبتر است. اینو شما میگید که مردم پروان بیشتر در وقت افطاری از خورما استفاده میکنه؟ آه میکنه، مردم ماشاءالله خوب است. یگان مردم میای بس پیسہ داشته باشه میگیره، یگان مردم میای بس پیسہ نداشته باشه چی کنم؟ بیا استاد عزیز ببینندای تلویزیون معرفی کنین خدا. بله، من شخوان الدین سلیمانی هستم از عبدیبوی. استاد زیادتر مردم پروان از کدام غذا در وقت افطار در ماه رمضان استفاده میکنند؟ البته مردم ما از خرما زیاد استفاده میکنه، از جلیبی استفاده میکنه، از بولانی استفاده میکنه، از باز شیری بابا استفاده میکنه. در وقت سحری پس شوی استعلان هم ما شما پس شوی از در پس شوی زیادتر از کدام غذا استفاده میکنین شما؟ زیادتر غذا پس شوی از برنج استفاده میکنن، مثلا از امی مربای استفاده میکنن، مربای سیب، زیادتر از شیر استفاده میکنن و امی چیزا را استفاده میکنن. شوربای چاریکاری زبانزد هم خاص در کل ولایات افغانستان است.
است. شوروای تند چاریکاری، شوروای تند چاریکاری در زمان در رمضان چه وقت استفاده میشه؟ اکثری مردمای ما افطار میکنه، بعد از افطار نمازشان را که میخوانه، تراویحشان را که میخوانه، بعدا نانشان را میخوره. البته در این قسمت یا امی شوروای چاریکاری را به اصطلاح استفاده میکنن. شوروای پرمزه، تیز، بسیار خوبش، قوی، با لذت. بیننده عزیز تلویزیون ملی، در کنار شوربای تند چاریکاری که از غذاهای محلی و ویژه شهر چاریکار ولایت پروان است، مردم اوقات سحری از لبنیات، قابل پلو، همچنان انواع شیرینی باب مثل مربا و اینا استفاده میکنند. به بیننده تلویزیون ملی میشه خود معرفی کنید؟ اسم خالد است، باشنده شهر چاریکار. چی خریدید اینجا؟ پنیر گرفتیم، رمضان است، برای خانه و سحری پنیر گرفتیم. بیشتر در چه اوقات از این لبنیات شما استفاده میکنین؟ در سحری یا در وقت افطار چه وقت؟ سحری استفاده میکنیم، افطار دیگه چیزای تند و تیز. چطور از نرخ و نوای از یالی؟ خوب است، خوب است، نرخ و نوا بسیار مناسب است. نرخ لبنیات نسبت به سال پیش زیاد شده یا کم شده؟ نه خیر، نه خیر، تغییرات نامده، اما نرخی که بود دالم است. انشاءالله که از نرخ و نوا راضی هستیم. بله، بله، چرا نه، بله، تنها چیز یک تغییر. درباره وضعیت امنیتی چی نظر دارین؟ چطور است نظر وضعیت امنیتی نسبت به سالهای پیش، نسبت به نظام پیش؟ شکر خدا خوب شده، وضعیت خوب است، فعلا آرامی است، کس تشویش نداره، خوب است، فعلا راضی هستیم. زیادتر در وقت افطاری از چه غذاهای محلی پروان استفاده میکنین؟ بیشتر در می ولایت ما بیشتر بولانی استفاده میشه. در وقت سحری بیشتر چی استفاده میشه؟ سحری معمولا برنج استفاده میکنیم، چای همراه پنیر و لبنیات، این چیزا زیادتر استفاده میشه. نرخ نوا چطور است سال نسبت به سال پیش، نسبت به نظام پیش؟ نرخ نوا خوب است، فضل خدا می، قبلا که رمضان می آمد نرخ تغییر میکرد، بالا می رفت، فضل خدا الله تغییر نکرد، نرخ مناسب است، برابر است. توقعتان از نظام امارت اسلامی چی است؟ توقع همین است که فعلا مردم از بیکاری شکایت زیاد داره، توقع همین است که به مردم فرصت‌های شغلی را ایجاد کنند تا مردم مصروف کار شوند. امی توقع ما از حکومت است. بخیر، سلامت باش. تشکر، سلامت باش. همچنین در سفره رمضانی مردم پروان نیز نوع ترشی موجود است که به نام چتنی و آچار مرسوم است و خانواده ها قبل از ماه رمضان آن را به گونه مخصوص تهیه میکنند. نام نسیم. نسیم، نسیم جان، چی نوع چتنی ها را ایجا سودا میکنی؟ از کجا این میری؟ خودتان میسازین؟ ساخت خودم هست. ساخت خودتان هست، در چاریکار ساخته میشه؟ در چاریکار خانگی است. چتنی خانگی چاریکار هم دیگه مشهور است دیگه؟ بله، بله، مشهور. قیمت هایش چطور است؟ ارزان است نسبت به سودا؟ ارزان است، ارزان است. یک کیلو چکلی چند فروختن میشه؟ کیلو 60 تا 50 تا 70 تا. آچار چند فروختن میشه؟ 70 تا. از چی ساخته میشه؟ چگونه رقم ساخته؟ ارمی، مرچ تازه است یا دای سرکه استفاده میشه یا که اوری؟ سرکه. سرکه هم اوری هم. اوریش خوب شست یا سرکه دارش خوب شست؟ اوریش. اوریش خوب شست؟ سلامت و بخیر باشید. میشه دوستم معرفی کنی خدا؟ بله، سلام علیکم، جور خیلی سی بخیر هستی جان جور. اسمم سلیمه و باشنده پروان است. در بازار چی میکنی؟ چی میفروشی؟ هم ترکاری باب میفروشی. مردم پروان بیشتر از چی نوع ترکاری باب سبزیجات استفاده میکنن در جریان ماه رمضان؟ در ماه مبارک رمضان کدوگک، فاصله، بانجان، پالک، گندم، تو چیزها را استفاده میکنن. شما شخصا خودتون در خانه در وقت افطاری از چی استفاده میکنید؟ از بانجان سیاه. بانجان سیاه. نرخ نوا چطور است در جریان ماه رمضان؟ در این ماه مبارک رمضان بسیار قیمت شده. دلیل قیمت شدن چیه؟ شما قیمت کردین یا از مارکت قیمت است؟ بالا جوی است. تجار از کابل میاره قیمت کردین. پهن کردن سفره های بزرگ افطاری در مساجد از سوی روزداران نیز از رسوم دیگر مردم پروان است که در اکثریت مساجد در این ولایت صورت می گیرد و غذای خود را در زمان افطار به مسجد می برند تا پس از شنیدن اذان محمدی شام در کنار یکدیگر افطار نمایند. مردم ولایت پروان افطار جمعی در مساجد را از رسوم و عنانات پسندیده نیاکان خود به حساب می آورند. همین رسم رواج از قدیمات بر ما مانده است و این همی افطاری را همی ادامه دادیم تا به الحال که از کدام زمان وقت از همی که از ما از پدرهای ما بابای ماند همی رسم رواج
همینطور با هم میشینیم یک جای با اتفاقا همین افطاری را نوشیجان میکنیم، بعد هم باز میخوانیم نماز خدا میخوانیم. در متون اسلامی از ماه مبارک رمضان به عنوان ماه مظهر رحمت الهی، غفران و خلاصی از آتش و دوزخ یاد شده است. علمای دینی افطار جمعی در مساجد را سنت پیامبر اسلام و صحابه کرام عنوان می نمایند و تاکید گردیده است که در این ماه نیاز است تا به فقرا و نیازمندان بیشتر کمک و مساعدت صورت گیرد. در این ماه که از جمله خوبی های ماه ای است که نبی علیه السلام می فرماید در این ماه صدقات نفلی معادل صدقات فرضی نسبت به دیگر ماه هستند و صدقات فرضیشان معادل چند چند الله جل جلاله برایشان ثواب میده. و در ضمن از این نبی علیه الصلاه و السلام میفرمایند کسی که افطاری را برای یک صائم، یعنی کسی که روزه دار است، برای از او فراهم میکنه و برای از او تقدیم میکنه و او سبب افطار روزی یک مسلمان میشوه، الله جل جلاله معادل روزی اون آدم برای از او ثواب میده. از این معلوم میشه اگر کسی به یک خانواده، به یک فقیر و بیچاره کمک میکنه در این ماه مبارک رمضان و اونا سر دسترخوان میشینه و با اولاد خود، با تمام اعضای فامیل خود او را نوشیجان میکنه و سبب افطار ماه مبارک رمضان ایام میشود، الله جل جلاله به اندازه تمام اعضای فامیل ازی که روزه دار است همون اندازه برای از او ثواب میده. وقتی که ما چند نفر روی سفیده و مردم از یک قریه جمع میشود بالای یک دسترخوان مینشیند و اینا نان میاره مشترکان و ایل توته توته میکنن در پیشوری هر کدام میمونه، یکی نان دیگه میخوره، بالاخره اینمی ها همه ایشان موصوب به آن صفتی میشه که نبی علیه السلام گفته که برای کسی دیگه افطاری مهیا میکنه الله به اندازه روزی از ثواب میده. وقتی که یک نفر نان کسی دیگه میخوره و نان کسی دیگه میخوره، هم خیرات میشوند و هم افطاری میشود و هم از جمله صدقات و خیرات و از جمله کسایی میشود که او افطاری برای کسی دیگه مهیا کرده باشد. یعنی یک رسم یا یک عنانی پسندیده است دیگه. یک رسم عنانی حتی از آل نه، درباره از زمان صحابه این سنت بوده و در مسجد نبوی در اصحاب صفه این چیزا را فراهم میکردن و در مسجد نبوی در زمان نبی علیه السلام افطاری را می آوردن و شکل یک جای می خوردن و با یک دیگه مهمان نوازی میکردن و اینمی سنت و اینمی سلسله تا امروز مانده، یک سنتی خوب، رواجی خوب، حتی یکی از جمله چیزای با فضیلت است، چیزای سنتی است که امروز هم لله الحمد مسلمان ها سری از این پابند هستن و اکثر برادران مسلمان ها مثلی که میبینی روی سفیده و جوان ها حتی بچه های خورد در آقامن به این است که بیادن مجد همراه دیگران یک جای افطاری در نوشیجان بکنن و انشاءالله الله جل جلاله برشان ثواب و اجر و پاداش برشان نصیب میگرد. بیننده های عزیز تلویزیونی ملی، این بود برنامه ای که از رسم و رواج مردم پروان در جریان ماه مبارک رمضان براتون تعیین بوده بودیم خدمت تقدیم حضورتان گردید. تا برنامه بعد که دوباره خدمتتون قرار میگیریم، تک تکتان بلای منان میسپاریم. آرزو داریم که ایام خوب رمضانی را سپری بکنین، از انوار و فیوزات این ماه بی بهره نمانین.